بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از فیزیک صنف نهم، به ادامه درس قبلی که البته در درس قبلی راجع به رابطه بین پریود و فرکانسی صحبت کرده بودیم. امروز چون در این کتابتان آمده یک موضوع دیگام، ولی عنوان داده نشده، ولی در بین درس آمده، ضرور است آدم او رابطه را بفهمه که او رابطه بین طول تار و پریود است. رابطه بین طول تار و پریود، عنوان ویده میگیریم دوست عزیز. رابطه بین طول تار و پریود، این دو سایزی است. خب دو سایزی است. بیم در مورد ازی که طول تار چی بود، یادتان هست که عنوان یک دفعه مانو کنیم، بعد از اون میریم به طرف رابطیش و سوالش. اگر یادتان باشه ای که طول تار چی بود، در اینجا چی هست؟ پریود خوب میفهمین دیگه که پریود امو یک دور کامل امو رقاصه یا گلولی را که ما شما در تار آویزان کرده بودیم یادتان است، یک دور کامل از را ما نامشه پریود مانده بودیم. و امو رقاصه یا گلوله در یک تار آویزان بود یا نبود؟ اون امو تار یک طول داره دیگه، اگر یادتان باشه یک قسم بود به این شکل، اینمی گلوله، اینمی خود یک تار آویزان است، اینمی یک طول داره تار، طول تار اینمی را میگه طول تار. و این را به ال نشان میتین. پریودش دیگه معلوم دار یادتان است که میاوردین در این موقعیت، متوجه سین؟ رهایش میکردین میامد پاس در این موقعیت، یادتان آمد؟ و بازدبین از این موقعیت رفت و آمد میکرد، رفت و آمد میکرد. انشالا او را دیگه قبلا گفته بودم که یک رفت آمد پورا یا مکملش از موقعیت A به موقعیت B و پس از موقعیت B موقعیت A نامش پریود بود. طول تار اینمی تاری که امی گلوله را، اینمی گلوله را یا رقاصه را، به حساب رقاصه اینجا منظورش اینه که حرکت میکنه، این را دیگه تشبیه به یک رقص کردن، مثل در بعض ساعتهای دیواری هم دیدین شما نید به شکل. اینال بین امی طول تار و بین اینمی رقاصه یا گلولی که شما ارنامه که سرش میمونی چی رابطه وجود داره؟ یک فرمول داره. ببینید دوست عزیز، اگر ما طول تاره، طول تاره به ال نشان بدیم، پریوده با تی نشان بدیم، جاذبه زمین تغییر با جی نشان بدیم، بین عرصه یا یک رابطه وجود داره. او رابطه تر است تی مساویس دو پای ضربه زیر جذر ال بر جی، این دو سایز این یک رابطه بینشان است. خلی چی است؟ علای دلائی دبرتان مانا میکنیم تی پریود، پریود دیگه میشناسین، دو عدد، پای هم عدد، قیمتش هم 3.14، ال طول تار، طول تاره که اما گلوله به او آویزان است، و جی تعجیل جاذبه زمین یا جاذبه زمین میگیریمش، خلاص جاذبه زمین که معمولا 10 قیمتش. این فرمول مالاشت درست دوست عزیز؟ هیچ کدام مشکل انشاءالله دهی پیش نامد. ایناله که چطور سوالاتش باز چطور حل شوانی؟ ایده براتون در یک دو سوال یا دو نسال براتون واضح میسازیم. خواب سعی کنیم در کتابتان هم این سوالش حل شده، در کتاب هم این سوال دوست عزیز حل شده، براتون هم حل میکنیم و باز یک مثال از تمرینش کار میکنیم که مشکل پیش نمه. خب اگر طول تار، ببینیم طول تار L 25 سانتی متر باشه،
25 سانتی متر. شما پریود پیدا کنید. تعجیل زمین که ثابت است دست. ایشالا که فهمیدن مطلب. اینا رو چطور پیدا میکنیم؟ بین از یا فرمول بود. فرمول چی بود دوست عزیز؟ تی مساویس. دو پای ضرب ال بر جی. این فرمولش. درست؟ اینا رو تی مساویس. دو خودش ضرب پای 3.14 قیمتش. در اندسه قیمت پای میخوانیم. 22 برف یا 3.14. با در اندسه مفصل براتون میگیم که پای از کجا کردن. چطوری با میان آمده یه بود بخیر در اونجا. حالا فقط این قیمت شد بفهمین. 3.14. ضرب ال قیمتش هم میمانیم. ال قیمتش 25. ولی اینمی 25 سانتی متر در سیستم بین المللی میریم. چون در سیستم بین المللی واحد طول متر است. متر است. اینه که با سانتی متر تبدیل کنیم 25 تقسیم 100 میکنیم دیگه نی؟ تقسیم 100. یک عدد که تقسیم 100 کنیم چون دو صفر داره دو خانه اشاریه باز میکنیم. 0.25. 0.25. اینده اینجا میمونیم قیمتش 0.25 متر. نی؟ بر جی چند است؟ 10. اینا رو تیم سهی میشه با ضربش میکنیم. 2.48. 2.12.236. چند خانه اشاریه داریم؟ دو خانه اشاریه. ضرب اشاریه رو که از بین ببریم چند صفر در پان میمونیم؟ 2 صفر. 25 که جذرش رو بگیریم چند میشه؟ 5 بر اعضا رو که جذرش رو بگیریم دوست عزیز اعضا رو که جذرش رو بگیریم به این ترتیب میشه اول صد جذرش رو میگیریم ایره تو رو در الجبر میخونیم اعضا رو میتونیم میشه کنیم که 100 ضرب 10 متوجه هستین؟ 100 ضرب 10 هزار است دیگه نی؟ چرا این کارو میکنیم که جذر و مربی 100 پوره است 10 ضرب این از در تنها جذرش میگیریم از در 10.1 است 3.1 1 اینال دو سه عزیز ببینین تی مساویس 6.28 ضرب میکنیم ضرب صورت این را که ضرب کنیم 5.40 حاصل 4 5.2 10 10.4 14 سلامت بر 1 5.6 30 31 چند خانه اشاره داری دو سیزیز؟ دو خانه 31 اشاره چند بر این را که ضرب کنیم در ضرب 3.1 کنیم فهمیدیم که دست کجا شد؟ در جذر صده کشیدیم چند ده؟ از در که جذر مربیشه بگیریم 3.1 است جذر گرفتنش آسان است که در ریاضی خواندیم ایناله این ضرب ده کنیم یک خانه اشاریه او طرف میشه 31.1 او طرف چی باقی میره؟ 1 اینی دو سای ازید در, ریاض... در فیزیک اینی عدد این طرف اشاریه چون ثانیه است بسیار کم میشه از او صرف نظر میکنن تا 31 میمونه در صورت 31 هم در مخرج اینجا 4 میمونه از این 1 میمونه او طرف اشاریه یعنی از ثانیه که در خرد است او رو صرف نظر میکنن چون به ثانیه جواب میکشیم دیگه اینا رو میگم که تیم سرویس 31 تقسیم 31 1 پریودش برامد چقدر دوست عزیز 1 ثانیه انشالله که رو فهمیدین در کتابتونم همی جواب اینجا پریود کشیده 1 ثانیه منتها چون از این طرفشی ریزگاکایش که خورتر از ثانیه است نیو طرف اشاریه از او صرف نظر کده باز یک علامگه که تو تقریبی بسیلا یعنی تقریبا یک ثانیه چرا چیزایی که از ثانیه کده خورد است او را دیگه در محاسبه بازادم نمیگیره دوستای عزیز امشالا که را درک کدین برازی که را خوبتر درک کنین یک سوال دوگان برتون حل میکنین ببینین سوال دیگه شم خب سوال دیگهش ببینید با دوستای عزیز طول تار میگیریم 100 سانتی متر ال 100 سانتی متر پریود پیدا میکنیم تعجیل زمین ثابت 10 چطور تیره پیدا میکنیم فرمول داریم فرمولی چی هست دوستای عزیز تی مساویس دو پای ضرب
ال بر جی اه این فرمولش درست بین قیمتها شوانین تی مساویس دو خودش ضربه پایان قیمتش دارین سی اشاریه یک چار ضربه این ال صد است به سانتی متر داده باید به متر تبدیل کنیم به متر چرا که متر واحد بین المللی است واحد بین المللی طول درست است نی؟ خب یک متر صد سانتی متر است چی صد سانتی متر چی یک متر پس اینجا رو میگیریم تنها یک یک بر جی چند است ده این دو سه این رو به این محاسبه میکنیم تی مساویس با خب این دوتا رو ضرب میکنیم دو چار هشت دو یک دو دو سه شش چند خانه اشاریه داریم دو خانه این دو اشاریه خانه جدا صحیح شد ضربه یک و جذرش یک است این یک بر از ده چند است تقریبا سی اشاریه یک گرفتیم سی اشاریه چند؟ یک تقریبی اگر سی اشاریه یک شش میشه خود سی اشاریه یک هم که بگیره انشاءالله جواب درست میبره اینال ببینیم که دو سیزی تی مساویس شش اشاریه دو اشت ضرب یک است تقسیم چند؟ سی اشاریه یک متوجه هستین؟ اینال اشاریه را چی کار میکنیم؟ خب سه اشاریه یک جذرش کشیدیم درست؟ اشاریه را از بین میبریم از بین میبریم یعنی بالا دو خانه است نی؟ پایان یک خانه است یک صفر در پایان میمونیم اینال تی مساویس دوستای عزیز اینمی شش اشاریه دو اشتر که تقسیم سه صده ده کنین دو اشاریه چند میشه دو اشاریه چند میشه سه کنین دو صفر صفر دو یک دو دو سه شش دو اشاریه چند درست هست نی؟ شش صد و بیست هشت تقسیم سه صد و ده که کنیم دو دو صفر صفر دو یک دو دو سه شش اینجا چند میونه هشت اشاریه بالا میکنیم صفر تا میکنیم نمیرسه از صفر بالا میکنیم با صفر تا میکنیم تقریبا اینجا با دو میشه این از این قسمتش که چیون بسیار خرد میشه از ثانیه کده از رو صرف نظر میکنن بسیار خرد میشه این دخانی دوم ثانیه مه از این صرف نظر میکنن تمام چیش میگیرن دو سیزیز؟ دوره پس تی مسالیس دو ثانیه پریود چند شد؟ دو ثانیه یک علامی تقریبا هم در بالای سرش نشنه میکنن پریودش تقریبا چند ثانیه؟ دو ثانیه پریود چی بود؟ یک دور کاملش و با چی اندازه میشد؟ با ثانیه انشالله که دوستای عزیز ما دهی کدام مشکله برایشان پیش نخواهد آمد چرا این درس اینجا آوردم؟ به ادامه رابطه بین پریود فرکانسی به خاطر زی که در کتابتان این فرمول داده شده بود و یک سوال هم حل شده بود دقیقا وقتی که شما چون عنوان نداده بودن ایره عنوان نداده بود در بین درس آمده بود و درس بسیار کشال و دراز و مغلق بود ما ایره براتون یک عنوان ساختم به خاطر که هم شما فرمول یادتون باشه که رابطه بین طول تار و پریود چی هست طول تار گلوله یا مرقاصه که به این شکل در حرکت ماند این رقاصه به خاطر از اینه که تر به این شکل تر حرکت میکنه یعنی مثلا مثل یک رقاص رقاص ها دیدیم شما که حرکت میکنن مثل رقاصه ساعت که میگن در ساعت سازا همی حرکتی که ساعت داره خصوصا ساعت های دیوری اگه در بعض جای دیده باشین به این شکل توی اگر حرکت داره بازون امور دوسته عزیز رقاصی ساعت هم میگن ساعت سازو رقاص از خاطر اینجا اصطلاح رقاصه برش آمده که کدام مفهومی دیگه نداره خب رابطه بین طول تار رقاصه و بین پریود چی رابطه وجود بود؟ فرمولش نشته کرد کدام فرمول؟ تی مساویس دو پای ضرب ال بر جی جذر المربیش دو عدد پای سی اشاریه یک چار یا مگه عدد که رو وعده کردم براتون که در اندسته باز ما عدد پای براتون معرفی میکنم و راجع به او مفصل گپ میزنم که عدد از کجا شده خود پای چی مانا هستن همین پای که میگن یک حرف است پای یعنی پی یونانی پی یونانی ما در یونانی هم الفبا داریم الفا بیتا گاما دلتا تیتا
که در فیزیک و در ریاضی از او زیاد کار میگردن، چون یونانی ها بسیار در ریاضی و فیزیک پیش قدم بودن، باز اکثر چیزها را به نامهای خود ماندن. اینمی الفا بیتا گاما الف بایش است و در این الف با باز پیش پای است، پای یعنی پای هم یک حرف یونانی است. دوستای عزیز گیرون فهمیدین که دو عدد یونانی، دو عدد پای هم یک عدد یونانی، قیمتش 3.14 یا 22 برفت، ال طول تار رقاصه و جی هم جاذبه زمین با معذرت تعجیل جاذبه زمین. و بالاخره بعد از این فرمولش میتونیم از روی از این سوالای شل کردیم که دو مثال براتان کار کردیم. انشاءالله هیچ مشکل براتان پیش نخواهد آمد. تشکر از توجهتان. تا ساعتی دیگه یک سوال براتان اینجا نشه میکنیم که شما سر از او فکر میکنین و کار میکنین که کدام مشکل براتان پیش نبه. سوال به این ترتیب که رابطه بین طول تار رقاصه و پریود را با مثال توضیح کنید. این دو سایدیست. ای درستان تشکر از توجهتان. تا ساعتی دیگه که در خدمتتان باشیم، شما را به خداوند یکتای بی همتا مسپارم.